سلام، من مسی علی نژادم و این هم 238 برنامه تبلته. با ما همراه باشید. قبل از هر چیزی از دانشمندان سپاهی و بسیجی تشکر ویژه میکنم که این هفته رسما ترکوندن، کلی اختراعات و کشفیات جدید تحویل جامعه دادن، از ماسماسکی که کرونا رو پیدا میکنه تا جام زهری که چی بود؟ ادرار شفا بخش شطوره. حالا داستان چیه که مقامات سپاهی و بسیجی انقدر خوش درخشیدن همین هفته؟ یه بیلبیلک 10 دلاری، یعنی اسباب بازی که سه تا ببر 999 تومن خیرش رو ببر. واقعا میگم اسباب بازی آوردن تو صدا و سیما، ازش رونمایی کردن مامان کرونا یاب. امروز با حضور فرمانده کل سپاه از دستگاهی رونمایی شد که میتواند در محیط‌های مختلف ویروس کرونا رو ردیابی و وجود اون رو اعلام کنه. دستگاهی کاملا ایرانی که محققان و نخبگان بسیجی کشور اون رو اختراع کردن. دامتونم گرم برادران پاسدار و سپاهی که اینطوری مایه مباهات ما در جهان شدید. الان دانشمندان آلمانی کلن قش کردن، دانشمندان ژاپنی که تصمیم گرفتن خودکشی دست جمعی کنن، دانشمندان دنیا انگوش به دهن خیره به درهای قابلمه‌هاشون، هی از هم دیگه میپرسن این سپاهی ها چجوری هن که اینجوری جینیس شدن. جینیس رو رافعی پور براتون ترجمه میکنه. با یک در قابلمه سیخ آنتن چنان مستعانی رو تولید کردن، اختراع کردن از خودشون، که دانشگاه های MIT استنفورد با شنیدن خبر اصلا کلن خودشون در رو تخته کردن و تصمیم گرفتن برن سپاهی بشن. هشتگ من هم سپاهی هستم. یادتونه دیگه ظریف رو انداخت بود؟ تازه جهان فهمید که توییت ظریف از چه هوشیاری و پیشبینی و آینده بینی برخوردار بود. البته این دستگاه چنان منحصر به فرده که تا حالا چند صد بار دیگه هم کشف شده. فقط سپاه دستگاه رو میزه زیر پتو، هر از چنگایی که لازم شد دوباره از زیر پتو با سلام و صلوات میکشن بیرون. دستگاه ردیاب هر نوع ماده جامد و مایع بر مبنای تکنولوژی بهره‌گیری از اثرات الکتروستاتیک و بهره‌گیری از میدان‌های دو قطبی الکترونیکی ساخته شده. بازم بگید سپاهی بده. تازه اولین بارم نیست که سپاهی های ما قدم های به این بزرگی در رابطه با کرونایابی، نفتیابی، کشف سوخت تقلبی، هر گونه مایه جامدیابی برداشتن. یعنی کلن چیزی ها بهشون خوبه. هفته قبل از این بیلبیلک کرونایاب، یعنی قبل از این بیلبیلک، یه ماسماسک تبیاب هم کشف کرده بودن همین سپاهی های خودمون که بی زحمت ببینید. نمایی از سامانه الکتروپتیکی بسیار دقیق تشخیص تب کرونا با تلاش یک ماهه متخصصان جوان کشور در روز جوان. حالا البته دست برادرای سپاهی درد نکنه، به زحمت افتادن پارچه انداختن رو ماسماسک تبسنج، پارچه رو از روش کشیدن، پارسال به حال دست جمعی رفته بودن صدا و سیما مصاحبه کردن در موردش، ولی این دستگاه رو میتونستید آنلاین با 14000 دلار بخرید. ایناش این وجود داشت ولی اینو به اسم اختراع به ما غالب کردن. اما خب اینا کلا کارشون اینه. همین آذری جهرومی بازجوی جوان ارتقا یافته در کابینه‌شون چندی پیشم یه اختراع از خودش در کرد تا سه شبانه روز هوادارانش داشتن تو توییتر کف خون بالا می‌آوردن. یادتونه دیگه توییت کرده بود اولین لباس فضانوردی در جمهوری اسلامی مقدس ایران رونمایی شده. ملت ریختن تو توییتر مشوشو گرفتن که وزیر جوان بال ماسکه هالیوودی 20 دلاری رو دزدیدی داری باش پوز میدی. به همین راحتی براشون مهم هم نیست که دنیا به این اختراعات جعلی فیک میخنده. جهرومی جان کیو دست انداختی؟ یعنی لباس 12 میلیون دلاری فضانوردی رو با لباس 20 دلاری زپرتی هالوین مقایسه کردی و گفتی کسی هم نمیفهمه کی به کیه. حالا تعجب هم البته نکنید، این دستگاه آتاری 40 سال پیش یادتون بود بازی میکردیم، توی جنو کشف میکردیم، جنو محو میکردیم، بهش حمله میکردیم. احتمالا به زودی سپاه میره اینم رونمایی میکنه، میگه دستگاه جنشناس و منهدم کن جنایی که آقا اخیرا ازشون اسم برده. کلا سیستم اختراع سپاهی ها شده جوک تو رسانه های دنیا. البته ما تشکر میکنیم چون وقتی قبلا ما میگفتیم اهالی بذر امید میریختن سرمون که سیاه نمایی نکنید، حالا روزی سه بعده مثل انتیبیوتیک خودشون، یعنی مقامات جمهوری اسلامی هر 8 ساعت یه بار از یکی از اسباب بازی با عنوان اختراعشون چنان رو نمایی میکنن که اصلا نیاز به سیاه نمایی ما نداره. مثل همین اختراع هواپیمای دوره احمدی نژاد، یادتونه چی بود اسمش؟ هواپیمای رادار گریز، اسمش هم البته گشته بودن قادر، ولی در تمام دنیا داشتن بهش میخندیدن که قادرشون قادر به پرواز که نبود، هیچ حتی خلبانم قادر نبود تو قادرشون بشینه.
یعنی جا نمیشد. بعد از اون همه سر و صدا آخر سر قادرشون غیب شد، یعنی انقدر رادار گریز بود که محو شد. هنوز که هنوز هیچ کسی قادر به دیدن قادر نیست، برای همیشه از دیدها گریخت و گرخید و گم شد، مثل اون دکل نفت. البته مثل جعبه سیاه هواپیما هم همینطور، کلا شطور دیدی ندیدی؟ آخ گفتم شطور، گفتم شطور، اینا به شطور هم رحم نمی‌کنن. کی گفته شطور دیدی ندیدی؟ اتفاقا اینا شطوریابشون خوبه. بهترین درمانای ریه و مشکلات آسم و حتی کرونا که امروزه کل جهان رو صداشو درآورده و دنیا رو به هم ریخته، درمانش اینجاست که در دل روایت بیرون اومده که حضرت فرمود به شخصی که به امام صادق رو کرد، گفت نفسم بالا نمیاد و وقتی میخوام تو خونه شما بیام چند بار بین راه میشینم. امام صادق علیه السلام فرمودن که از ادرار شطور استفاده کن تا به راحتی درمان بشی. نوش جونتون. فقط متخصصان در توییتر نظر دادن که دو تا دارو پشت هم ضرر داره و لذا از بسیجیان محترم تقاضا میشه ابتدا روغن بنفشه رو بکشن بیرون، ادرار شطور رو بدن بالا، نه یکی نه دو تا، روز چند تا. بهترین حالتش اینه یه سه روزی باشید. بله انشالله که خوشمزه باشه. یه سه روزی باید بمونید و روزی سه مرحله یا سه وعده از این ادرار استفاده کنید. بعد هم دولت رسما اعلام کرده که با این کاشف بزرگ ادرار شفا بخش شطور کاری نداره. چرا؟ چون حریم خصوصی این فرده و ما ورود پیدا نمی کنیم. عجب، اینکه ایشون جلوی دوربین برای میلیون ها نفر دولا شد و شنگولی رو زد بالا، حریم خصوصی طرفه. ولی اینکه یه نفر تو خونه خودش آب انگور رو میزنه بالا، حریم خصوصی نیست. میرین طرف رو از رو دیوار خونه میپرین تو، چون که شیش دنگ شماست دیگه، خصوصی نیست که میگیرید میخوابونین 70 ضرب شلاق. البته آقایون براش توجیه پیدا کردن، گفتن این آقا چون شات شطور رو کلن به اسم ائمه اطهار داده بالا، بنابراین خطری براش نداره. اینم راهکار برای ملت شریف ایران. از این به بعد نه با نام حافظ، نه با نام خیام، بلکه با نام ائمه اطهار. اللهم صل علی ما. باور کن اینا توهین نیست، این خودش گفته، گفت چون به اسم ائمه اطهار گفته پس خطری نداره. ملت رو چی گیر آوردین؟ یه نرم افزار خدمات بانکی نصب کردم توی گوشیم، خیلی جالب به یه نکته‌ای برخوردم. این نرم افزار که اسمش هم ایوا هست، مثل خب خیلی از نرم افزارهای بانکی دیگه شارژ میتونی بگیری، کارت به کارت میتونی بکنی، قبض میتونی پرداخت بکنی. یه نکته جالبی داره، توی یه بخشش هست که بخش وجوهات شرعی، شما روش کلیک میکنی چند تا آیت الله میاد بالا، آیت الله خامنه ای، آیت الله نوری همدانی، فلان فلان فلان، بنا به مرجع تقلیدت انتخاب میکنی مثلا خامنه ای. خیلی جالب و خنده داره. میگه موضوع وجه، موضوع وجه انتخاب میکنی، میگی مثلا ختم دوره قرآن، روش میزنی میگه چه تعداد ختم میخوای، انتخاب میکنی مثلا چهار دوره، چهار دوره رو بهت قیمت میده 12 میلیون ریال، یعنی 1,200,000 تومان پول ازت میگیره که خامنه ای واسات ختم دوره قرآن کنه. واقعا به کجا داریم میریم ما؟ مسیح جان سلام، من متاسفانه یک شهروند ایرانی هستم و توی ایران زندگی میکنم. توی این شرایط کرونا تمام کشورها قرنطینه هستن. قبل از اینکه حرف بزنم میخواستم بگم خواهش میکنم اینو توی پیجت بذار تا همه بشنون. میخواستم بگم من توی ایران زندگی میکنم. ما مردم ایران خیلی داریم سختی میکشیم. مادر پیر من چون سرپرست نداره، به خاطر اینکه سیم کارت رو به نام خودش بکنه، یه سیم کارت بره بگیره برای اینکه 1,000,000، فقط 1,000,000 میخوان بدن به آدم، باید بره تو صفای شلوغ، باید بره تو جمعیت، باید بره میون کسایی که شاید آلوده باشن، شاید کرونا دارن، باید بره توی صف بمونه به خاطر 1,000,000. 1,000,000 که میلیارد میلیارد این آخوندای کثافت خوردن و بردن و همین جوری دارن ادامه میدن. 30 فروردین 99، صف سیم کارت. اما تو این وان افسای کرونا و کشف در قابل ما آنتن جهان آنتن کمبی سیخ کباب ورده اینجا گشته، همین سیخ کرونا یا با اینا، اصلا باورم نمیشه یه خانومی دیگه از آسمون نازل شده برای صدور انقلاب اسلامی ایران به دنیا. میگی نه خودت گوش کن، هفته گذشته سرکار خانم معصوم ابتکار در رسانه‌های ابتکار جهانی، نه استکبار جهانی، به نام وایس مصاحبه کرده و گفته که زنان معترض به حجاب اجباری در تلاشن که ارزش‌های غربی رو بیارن ایران. باور کنید درست شنیدین، گفته حق انتخاب یه ارزش غربیه که بعضیا میخوان بیارنش تو ایران. Campaigns which are directed from abroad mostly or
they're meant to bring a different paradigm, which is usually Western oriented, they won't be accepted by the majority of the society. حق انتخاب شده غربی. لابد قبل از انقلاب هم این ننه و ننجونه و مادرهای ما که تو خیابون با هجا و بیجا با هم دیگه را میرفتن از لوکزامبورگ و سوئیس و بلژیک و آلمان و غرب اومده بودن تو شیراز و اصفهان و اهواز، شونه به شونه هم داشتن اینجوری را میرفتن. اون موقع هم لابد نیلوفرشون، یعنی همین معصومه ابتکار، داشتن تو قم خوش خورم درس میخوندن یا تو غرب. شما به زبون غربی حرف میزنی تو غرب درس خوندی که هیچ واویل آقازادتون هم همین الان تو غرب مشغول جنگیدن با ارزش‌های غربیه که مبادا بیاد تو ایران. البته پسر نازنین معصوم ابتکار الان 10-15 سال همچین تو غرب خودش خوشکل قرنطینه کرده که به جز اسم مشخصاتش و چند تا عکس تو بیابونای غرب ما کلا هیچی ازش نمیبینیم، چون مامان جونش باید راحت در داخل ایران زنان معترض به حجاب اجباری رو از زنان چهارشنبه سفید گرفته تا دختران خیابان انقلاب بندازه تو زندان که مبادا ارزش‌های غربی رو بیارن تو ایران. ببینید هر 4 نفر از این زنانی که تو این عکس میبینید همین الان توی زندانن، درست زمانی که معصومه ابتکار تو تلویزیونای غربی داشت میگفت که مبادا ارزش‌های غربی رو این زنان بخوان بیارن تو ایران. همین زنان به معصومه ابتکار گفتن ما به جای اینکه به تو رأی بدیم تا برامون حجاب رو اختیاری بکنی خودمون خیابونا رو ازت پس میگیریم. برای همین معصومه ابتکار چش نداره این زنانی که الان تو زندان هستن رو ببینه. انصافا یه دقیقه خودتو بذار جای زندانیا، اگر کرونا وارد زندان میشد چیکار میکردی؟ حتما به فرار فکر میکردی. برای همین 9 زندان در 9 شهر شورش شد، چون زندانیا خواستن از کرونا فرار کنن. یکیشون که فرار کرد گیر ویروس خطرناکتری افتاد، کشتنش، اعدامش کردن. برای همینه که ما میگیم ویروس جمهوری اسلامی خطرناکتر از ویروس کرونا است. ایران تنها کشوریه که مقامات رسمی شهر روز تو تلویزیون وطنی میگن کرونا در ایران به نسبت بقیه کشورها خطر کمتری داره، خدا رو شاکریم. ولی یه مقام دیگهش میره تو تلویزیون خارج کشور میگه کرونا تو ایران خطرش بیشتره چون ما پول میخواییم. پول. کرونا البته یک ویروس عالمگیر است، اما در همه جا به یکسان قربانی نمیگیرد. وقتی حق ملتی در دسترسی به دارو، غذا و سایر اقلام بشر دوستان سلب شد، در مقایسه با سایر کشورها در موقعیتی نابرابر و آسیب پذیرتر قرار میگیرد. و خدا را شاکریم که ما جزو اون کشورهایی نیستیم که بیمارهای ما تو سالون بیمارستان رو زمین افتاده باشند. ما کدومو باور کنیم، ظریف و یا روحانی رو؟ در چنین شرایطی فراموش نکنیم تک تک کسایی که به همین دروغگویی، به همین ریاکاری و به همین خرج کردن پول مردم تو سوریه و عراق و لبنان اعتراض کردن الان تو زندانن. یکی از این زندانیا فاطمه سپهریه که خواستار کنارگیری خامنه ای شده بود، حالا مورد عفو خامنه ای قرار گرفت. فکر میکنین جوابش چیه؟ جواب جواد ظریف یادتونه گفت هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکنید. فاطمه سپهری گفت هیچ وقت به یک ایرانی عفو نده آقای خامنه ای، چون من اصلا شما رو قبول ندارم که بخوای به من عفو بدی. وقت آوردن تو یک اتاقی که به حساب امضا بگیرن که منو میخوان بیارن این، بعد اون خانومی که همراه من بود گفت خانم سپهری میخوام یه خبر خوش بهت بدم. بعد برگشت او آقای که پری شب با شما صحبت کرد، مسئول اونجا هست، اونجا واسطه بود. بعد او آقا برگشت به من نگاه کرد و گفتش که رهبر به شما عفو داده. گفتم که من کاری نکردم، باید رهبر از من عذرخواهی کنه که 8 عمر منو تلف کرده و من 5 جرم که اصلا انجام ندادم به من اتهام زده و منو به 6 زندان محکوم کرده. دیگه یکم سر تکون داد، گفت خودت میدونی، حالا برو زندان، از اونجا هم برو دیگه خانت. گفتم من تا همراهام نباشم من نمیرم از زندان بیرون. به پایان قسمت تبرید رسیدیم. یادتون باشه شما هر جایی که نشستید به جای معصومه ابتکار میتونید صدای فاطمه سپهری باشید، میتونید خانواده یاسمن آریانی باشید، میتونید خانواده سباک و رفچری، خانواده هر زندانی دیگه ای باشید، سمانه نوروزی، هر کی، هر کسی که فکر میکنید صدای نداره شما صداش بشید، با عکسش در موردش حرف بزنید و برای من بفرستید به این شماره. سانسور پر. این صدای آمریکاست.